سلام میکنم به شما بینندگان عزیز اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم از کریمی هستم و بخش برنامه یک دنیای بهتر برنامه از کمونیست کارگری تقدیمتون میکنم امروز میریم سراغ قسمت دوازده انقلاب و اصلاحات آخرین قسمت در واقع بخش اول برنامه و بعد بخش دوم برنامه به این که شامل حدود سی برنامه میشه میریم سراغ مطالبات مختلف اما انقلاب و اصلاحات کلا هدف کمونیسم کارگری هدف حزب کمونیست کارگری اینه که هر چه زودتر یک انقلاب اجتماعی بشه یک انقلاب اقتصادی بشه و از کل تمام این نابرابری طبقات استثمار بیحقوقی، نظام مزد بگیری از تمام اینا در واقع کل بشر رها بشه جامعه که دیگه توش طبقات نباشه استثمار نباشه دولت نباشه پول نباشه، بازار نباشه، نظام کارمزدی نباشه و بشر در رفاه و امنیت و آزادی و برابری کامل زندگی بکنه. یعنی جامعه سرمایداری در واقع دیگه وجود نداشته باشه. این هدف فوری ماست و ما فکر م... فکر می‌کنیم این هدف بلافاصله پذیر ایجادش بل... یعنی از نظر تکنولوژی، از نظر رشد صنعت، از نظر آمادگی مادی و اقتصادی بشر این آمادگی رو داره به با رو تکنولوژی که در چند ده سال گذشته پیشرفت بسیار عظیمی داشته باراوری کار فوق العاده الان بالاست بشر میتونه امروز یک نظام دیگه ای حاکم بکنه و رها بکنه خودشو از شر نظام سرمایداری و همه مشقاتی که بیکاری، فقر، محرومیت، نابرابری، تبعیض، سرکوب، بیهوقی و تمام این مشقاتی که با جامعه سرمایداری زاده شده و همچنان وجود داره میتونیم امروز بشر این امکان رو داره که این جامعه رو جامعه سوسیالیستی رو بسازه و اداره کنه و از شر این جامعه روها بشه ولی خب طبعا به مجرد اینکه ما میگیم خوبه اراده میکنیم احزاب کمونیست بگن لازمه به مجرد اون ایجاد نمیشه این یک انقلاب عظیم هست فقط هم انقلاب سیاسی نیست فقط سرنگونی دولت ها نیست باید از نظر یک انقلاب اجتماعی یک انقلاب اقتصادی در واقع بشه و به این معنا تحولات بسیار بنیادی و ریشه بشه هدف ما یه اصلاحاتی بر این نظام نیست زیر کردن کل این وضعیت این جامعه وارونه رو به قول معروف از قاعدش باید رو زمین بگذاریم و این احتیاج به یک سازماندهی در ابعاد متنوع و عظیمی داره و در واقع اگر موانعی وجود داره امروز این مانع به این معنی سیاسی هست مانع اینه که باید بشه طبقه کارگر و مردم رو در احزاب کمونیست کارگری وسیع و بانفوس سازمان داد به اشکال مختلف دیگه آماده کرد به اشکال مختلف دیگه سازمان پیدا بکنه جامعه و خودش رو آماده کنه واسه یه همچین انقلابی و این کار ماست کار ما اینه که این موانعی که وجود داره رو برطرف بکنیم موانع ذهنی که وجود داره برطرف کنیم کمک بکنیم که مردم و مشخصا طبقه کارگر خودشو رو به اشکال مختلف سازمان بده حقوق و مطالبات خودشو بدونه بدونه که یه نظام دیگه ممکن هست بدونه که یه نظام انسانی یه جامعه سوسیالیستی و کمونیستی میشه ساخت و عملی هست تو این جامعه و خودش از شر خرافات و دروخ ها و تفکرات دیگه و مذهب و همه این خرافاتی که جامعه داری به خوردش میده تا تو این شرایط نگهش داره و اسیرش کنه لازمش اینه که خودش نجات بده کار ما اینه که اساسا این موانع رو برطرف بکنیم و طبقه کارگر و مردم رو واسه این انقلاب اجتماعی و انقلاب عظیم سیاسی و اقتصادی آماده بکنیم مونتا هم تا موقعی که این جامعه کمونیستی ایجاد نشده میلیارد ها نفر از مردم امروز دارن به اشکال مختلف دارن تقلا میکنن که یه زندگی بهتری داشته باشن تو همین وضعیت هم لاقل فشار کمتری روشون باشه ساعت کمتری کار کنن بازنشستگی بهتری داشته باشن تحصیل بیشتری داشته باشن بچه بهتر زندگی کنن اینقدر سرکوب نشن، اینقدر بیهوغی نداشته باشن، اینقدر فقر و برا... نابرابری و بیکاری نداشته باشن. و در تکاپو تمام میلیاردها بشر صبح تو شب که نگاه میکنین به اشکال مختلف دارن تلاش میکنن معنیش نیست که تلاش میکنن یعنی هر روز در عباد میلیونی دارن تظاهرات میکنن و قیام میکنن به اشکال مختلف دارن مقاومت میکنن اعتراض میکنن مبارزه میکنن نارضایتیشون نشون میدن که لاقل دستماز بهتری داشته باشن لاقل یه زندگی بهتری داشته باشن حرمت بیشتری داشته باشن و به این معنی ما توی مبارزه خودمون شریک میدونیم. به این معنا ما تناقضی بین اصلاحات و انقلاب نمیدونیم ما کوچکترین بهبودی در هر زمینه ای به نفع هر بخشی از مردم بتونه انجام بشه ما خودمون رو شریک میدونیم توش تلاش میکنیم اون مبارزه به پیروزی برسه حتی اگر بسیار دستاورد کمی داشته باشه و اینو در تناقض نمیدونیم که خب ما انقلاب میخوایم میخوایم کلا زیر رو کنیم جامعه سرمایه داری رو ما بین این دوتا تناقض نمیدونیم اتفاقا هرچی مردم توده وسیع از مردم هر روز برای دستاوردهای اقتصادی و سیاسی حتی کوچیک مشغول مبارزه باشن هرچی بیشتر کارگرا در اعتراض و اعتصاب باشن علیه اچافات روزمره که بهشون میشه و واسه یه بهتری تو همین چارچوب جامعه سرمایی داری هرچی زنا بیشتر در حال اعتراض باشن واسه برابری و از بین بردن قوانین و سنت های زد زن موجود هرچی مردم آزادی خواه ها روشن فکر انسان دوست مبارزه بکنن برای آزادی بیشتر و عدالت بیشتر و هرچی سکولاریست ها بیشتر مبارزه بکنن از شر مذهب و ستم مذهبی رها بشن همه اینا اتفاقا زمینه رو برای انقلاب کمونیستی برای انقلاب نهایی برای ضربه نهایی به سرمایداری آماده تر میکنه این مبارزات هم سرمایداری و دولت هاش رو ضعیفتر میکنه هم مردم رو امیدوارتر میکنه در اون نقطه بهتری قرار میده متشکلتر میکنه در دل این مبارزاتی که مردم آگاهیشون میره بالا متشکلتر میشن آماده تر میشن اتحادشون بیشتر میشه دوز و دروغ و جعل و تحریف های طبقات حاکم و رسانه رو بیشتر میشناسن و بیشتر میتونن باش مبارزه بکنن در دل همین مبارزات هست که حزب واقعی خودشون و احزاب کمونیست کارگری واقعی خودشونو رو میشناسن و بهش رو میارن و, و نفوذ این احزاب زیاد میشه و به این معنا ما همینطور گفتم مطلقا تناقض نمیدیم زندگی واقعی مردم اینه. هم مردم مبارزه میکنن و هم هر وقت بتونن انقلاب میکنن در ایران اینو میبینیم در کشورهای خاورمیانه میبینیم در تمام دنیا در لاقل قرن بیستم که نگاه میکنیم پر از انقلابات و پر از در این حال هر روز اعتراض و مبارزه است و به این معنا این دوتا مبارزه با هم داره پیش میره و لازم و ملزوم هم دیگه هست و ما فکر نمی کنیم که هرچی مردم بیشتر سرکوب بشن، بیشتر فقیر باشن، بیشتر محروم باشن، زودتر میتونن انقلاب کنن. نه، ما فکر هرچی مردم رفاه بیشتری رو تحمیل کرده باشن به سرمایه هرچی مردم آزادی سیاسی بیشتری رو براش جنگیده باشن و تحمیل کرده باشن هرچی حرمت و شن و احترام مردم بیشتر باشه اتفاقا مردم آماده تر هستن واسه اون ضربه نهایی به م، 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 کلن طبقه سرمایه داری و از بردن این وضعیت موجود و به این معنا خب ما هر گوشه هر درجه از مبارزه برای اصلاح همین وضعیت برای بهبود همین وضعیت رو مناسب میدونیم اما خودمون رو در این چارچوب مقید نمی کنیم یه دم اصلا اصلاح طلبن منظورم اصلاح طلبای ایران است که کلا اس... کلمه اصلا دروغی نیست اونا میخوان همین نظام رو همین جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنن یه ذره که خودشون بتونن شریک قدرت بشن منظورم احزاب اصلاح طلبی هستن که واقعا یه اصلاحاتی رو میخوان ولی همون اصلاحات رو میخوان به عنوان مثال اتحادی های کارگری در قرب اتحادی های کارگری صرف نظر از اینکه تعداد از اعضاشون یه تعداد کارگرا تا... کمونیستن و زیر و رو کردن کل این نظام رو میخوان ولی اون چیزی که حاکمه برای اتحادی های کارگری اسم مزد بیشتری میخوان یه مقدار ساعت کار کمتری میخوان شرایط کاری بهتری واسه کارگرا میخوان و از این احزاب تو و از این احزاب و این جنبش ها تو دنیا کم نیست جنبشایی که حد اکثر خواهانه یه, اسل... یه هایی در این نظام هستن یه اصلاحاتی در این نظام هستن که راحتر بتونن نفس بکشن خب ولی اونا اصلاح طلب هم هستن به اون رفورمیست هستن به اصلاح تو همین چارچوب محدود میمونن ما خودمون رو به این چارچوب محدود نمی کنیم ما در دل مبارزه برای هر قدم از بهبود و اصلاح در زندگی همین امروز مردم سعی می کنیم کارگرا رو و مردم رو بیشتر با تمام حقوق خو... سیاسی خودشون با تمام حقوق اقتصادی و اجتماعی خودشون آشنا بکنیم و اونا رو در حالت تعرضی بیشتری در حالت سازماندهی بهتری نگه داریم و در دل این مبارزه برای اصلاحات اتفاقا مردم رو به ضرورت نابودی کامل سرمایداری برسونیم. اصلاحات هر چند هم در این چارچوب جامعه سرمایداری عمیق باشه قابل بازپسگیری هست میدونیم دولت های مختلف هم از دولت های دموکراتیک در کشورهای غربی و اروپایی تا دولت های سرکوبگر و مستبدی مثل خیلی از بخش دنیا از جمله ایران حتی اگه اصلاحاتی هم مردم تحمیل بکنن باسپس گرفته میشه شما دستماز رو براش مبارزه میکنین سال دیگه با تورم خونسا میشه دوباره هی باید مبارزه کنین اینجور نیست که با چهار بار مبارزه کنین واسه دستمز دیگه خیالتون راحت و زندگی انسانی پیدا میکنین زنا یا آزادی سیاسی که مردم اعتراض میکنن و یه جاهایی از حلقوم برجوازی میکشن بیرون و نفسی راحت میتونن بکشن تو هر فرصتی طبقه حاکم بتونه به بحانه های مختلف اونو پس میگیره گاهی به بحانه جنگ، گاهی به بحانه قهطی، گاهی به بحانه منفعت ملی یا چیزهای مختلف و بحران به دلایل جنگ اختلافاتی که با کشور دیگه دارن به بحانه های مختلف اون دستاورده رو سعی میکنن بگیرن و به این معنا کاملا مقاومت میکنن و به این معنا انقلاب اجتماعی تنها راه ما راه حل دیگه سراغ نداریم بجز انقلاب انقلاب اجتماعی، انقلاب اقتصادی که کل سرمایی داری رو از بین ببره راهی برای خوشبختی مردم، برای بهبود زندگی مردم وجود نداره. و همینطور گفتم هر درجه از اصلاحی که تو همین چارچوب وجود میاد قابل بازپسگیریه و باسپسگیری هم نشه، پس هم گرفته نشه مردم از کل شر نظام نفرت آور سرمایی داری، طبقات، نابرابری، زورگویی، بیهوقی مردم راهانه میشن. بنابراین لازمه راهای مردم لازمه این که آزاد بشن به معنی واقعی کلمه آزاد باشن نه اینکه حق مسافرت داشته باشن ولی پولش نداشته باشن حق تفریح داشته باشن ولی امکاناتش نداشته باشن حق انتخاب کار داشته باشن ولی امکانش نداشته باشن آزاد به معنی واقعی کلمه به معنی واقعی اقتصادی و در این حال سیاسی این تنها با یک انقلاب عظیم اجتماعی با یک انقلاب کمونیستی فقط امکان پذیره و به این معنا ما تفاوت عمیق داریم با رفرمیست ها با کسایی که خودشونو تحت عنوان این که الان نمیتونه دولت الان باید مواظب باشیم یا الان فلان اتفاق افتاده یا الان جنگه یا فلان که احزاب رفرمیست معمولا ملاحظات دولت ها رو و ملاحظه طبقه حاکم رو میکنن یا میگن الان نمیتونه اون وقت سرمایه‌داری ما با کشورهای دیگه رقابت بکنه بنابراین نباید زیاد فشار بیاریم اینا رو عینا های کارگری در قبل به کارگرا میگن که جلو رشد رادیکالیز و اندیشه‌های کمونیستی رو تو اتحادیه کارگری بگیرن ما تفاوت اساسی داریم با اینا. ما همینجور گفتم در دل مبارزه برای اصلاحات بیشترین سعی میکنیم مردم رو برای گام های ده گام بعد هم آماده کنیم ده گام برداشتن سعی میکنیم برای 20 گام بعدی مردم رو آماده کنیم تا این نظام رو بندازیم و یک بار مردم رها بشن و به خوشبختی واقعی برسن حال چون تفاوت ما اینه که قصد ما این نیست که یه سرمایداری اصلاح شده و یه ذره به تعمیر بشه تعدیل بشه این سرمایداری و همین وضع و همین استثمار و همین نابرابری ها بمونه و به این معنا ما هم انق... خلاصه کنم هم انقلاب میخوایم هم اصلاحات هم هر روز مبارزه میکنیم واسه اینکه کارگرها زنها مردم جوونا یه زندگی بهتری تو همین چهار تا سرمایه‌داری هست یه زندگی یک درجه بهتری داشته باشن بدتر نشه زندگیشون آزادی بیشتری داشته باشن رفاه بیشتری داشته باشن و هم همزمان مبارزه میکنیم برای انقلاب و راه نها... نهایی نجات مردم رو در انقلاب می‌دیم با این بحث قسمت در واقع این برنامه یک دنیای بهتر قسمت اولش در واقع با در واقع بحثایی بود که در دوازده قسمت انجام شد و میرسیم از برنامه بعدی قسمت دوم برنامه که میگه فعلا که تا موقعی که سرمایه داری هست ما تو دل همین نظام چه کارایی باید بکنیم خواستامون چیه چجور تو زمین های مختلف رو بشناسیم و بخش های مختلف رو به تدریج توضیح میدم اینجا برنامه رو تموم میکنم براتون آرزو موفقیت میکنم روزهای شب، روزها و شبهای بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم